بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو هیوادوالو، محترم خویندو ورونو، هیله منت یم چې دغه د ناامیدۍ او مایوسۍ شپې به ژر تر ژره ختمې شي او افغانستان به بیرته د ازادۍ، رفاه او پرمختګ په لور خپل مسیر بدل کړي. زما ټول تمرکز او ژمنه هیوادوالو سره ده د یو سوله ییز ژوند چې د هغه په چوکاټ کې د وینې تویدل ختم شي او ګران افغانستان ثبات، امنیت او پرمختګ ته ورسیږي. دا مې لا هم اساسي هدف دی. د تیرو څو ورځو پیښې په ډېر سرعت سره رامنځته شوې. مخکې له دې چې زه له هیواد څخه ووزم، ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همه شموله او نماینده حکومت د جوړېدو په سر مذاکرات وکړو، تر څو د قدرت سوله ایز انتقال ته زمینه مساعده او کابل خوندي وساتل شي او د وینې تویدو مخنیوی وشي. ګرانو وطنوالو، زه په اماراتو کې یم. غواړم د وروستیو تحولاتو په اړه لنډ مسایل درسره شریک کړم. د تېرې یکشنبه په ورځ ما په خپل کاري دفتر کې عادي ورځنی تقسیم اوقات تعقیبولم. ماسپښین زه دفاع وزارت ته روان وم، تر څو د کابل ښار د نظم لپاره سوق او ادارې ته لاړ شم. ناڅاپه زما د فزیکي امنیت مسؤولین د دې لپاره راغلل چې یوه لویه توته شنډه کړي. زه یې له ساحې وویستم. سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، خو دوی د ارګ د دروازو شاوخوا ځای پر ځای شوي ول او زموږ امنیتي مسؤولینو د امنیت ټینګښت توان له لاسه ورکړی. دغه توطیې دوه برخې درلودې. اول، یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل میبودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وساحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمیبینم. مسئولیتی که به دوش من گذاشته میشد این بود که به خاطر قدرت کابل و ایران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم، دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره های ناشناس که به زبان های کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق می گشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. که پاتی وی د افغانستان جمهور رئیس به یه وار بیا د افغانان دسترکو پولانده بدار زرول شوی وی او یه لوی شرناک تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وی. دست معلوم ده زده عزتمن مرگ نه نداریکم او نوی دار سویم، اما د افغانستان به عزتی د ماده منلو ور نوه او نده. نوزه مجبورن لافغانستانه او استرشون ترچو د خونریزی او د کابل د ویجاری دو مخنیوه یوشی او هم د افغانستان د تاریخی دخمن لخوا. یو لوی فاجعه چه د افغانستان یو زی پا قارد زورن دیدلو مخنیوه یوشی. آیا د دوی مقاماتو بار بار نویلی چه د افغانستان د ولسمشر سر بارد؟ دا خبری دیر جزیات لری او تفصیل به دیر جر تاسی طولو سره شریک کرد. اگو خلکو تا چه قضاوتی کرده چه گنی ما افغانستان خرج کرده او تختی دلیم دویتا می پیام داده. در هاگو مو چه دی فاجعه دی عمق بکل مستند معلومات نوی آوریدلی قضاوت مو پریک دی. مولا مرل کابلو او قندار نوود، امیر عبدالرحمن خانم بود او نور مشران لکه امیر شلی خان، دوست محمد خان او نور مشران دیمو
و تلیو او دوم مرحله ته بیا راغلل خپل دی وطن خدمتی وکړ. هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خیش فرار کرد باور نکنید. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوت هایم را بپوشم. بزرگترین سرمایه زندگیم که کتاب ها و ستا کتابچه یادداشت و لپتاپ شخصیم بود که تمام دار و نداره معنوی زندگیم را تشکیل میداد نتوانستم با خود بگیرم. تمام اینها که جز اسرار دولتی و محرم هستند متاسفانه به دست دیگران افتادند. من هیچ گونه بحث را برای ترک کردن افغانستان با قدرت های بین المللی مقیم افغانستان نداشتم و این حادثه دفتن و تحت فشار همکاران امنیتی ما بود. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جوره چپلی مجبور به ترک وطن شدم. جزئیات را بعدن انشالله هم بایتان شریک میکنم. په دی ورځو که زماد شخصت وژنه او دی اعتبار دل من زولول لپاره دیری حدسی وشوه او حتی داسی بی بنیاده او کاذب تورونه ولگول شد چه پیسه انتقال شویدی. دغه تورونه په مکمل توګه بی اساس دروغ او له واقعیت څخه لیرې دي او په کلکه یې ردوم. موږ کوربه هیواد ته تش لاسونه راخلو د دوی له ګمرکاتو نه پوښتنه وکړئ. د تیرو څو ورځو پیښو وښوده چې افغانان سوله غواړي، د کابل ساتنه او په دغه ښار کې د پراخې ګډوډۍ څخه مخنیوی وشو چې دا د الله تعالی لوی احسان ده. زه د ورانو مذاکراتو څخه زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس د ډاکټر صاحب عبدالله او پخوانی ولسمشر کازی صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي. زه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې، اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبری سیاسی ناکامی و هم د حکومت د رهبری سیاسی ناکامی و او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسی ناکامی و دا ناکامی د سولې پروسه وه چې د جنګ په بهیر بدل شو. او سره له دې چې بار بارم د ترامپ په ادارې کې دا پیشگویی کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربه او بین‌المللي معیارونو په اساس وسي، هغه ونه شوه. زه یو ځل بیا د خپلو ټولو امنیتي ځواکونو له سرښندنو څخه مننه کوم، په دوی ویاړلم او افتخار پرې کوم. در آخر برایتان یک پیام مهم دارم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغانها بر کشورمان و اعاده ارزش ها و دستاورد های واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم مبارزه کنیم. تشکر از همه کسانی که پیام های دلجویی و اول پرسی را از داخل و خارج از وطن برای فرستادن. زنده باد افغانستان، تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان.